اسرائیل از بردگی، اسارت، خرافه، بی هدفی، از مصر که توجه داشته باشید در طول 400 سالی که قوم اسرائیل در مصر اسیر بودن، ما هیچ کجای کلام رو نمیخونیم که اونها اقدامی کردن، انقلابی کردن، نهضتی رو ایجاد کردن، حزبی و سازمانی رو ایجاد کردن بر علیه فرعون. و گویا که این اسارت به اسیری بعد از مدتی مثل یک اعتیاد و عادت میشه در وجود انسان و با اون میخواد سر سازگاری داشته باشه و تمام روزانه های امید رو و رهایی رو از شخص میگیره و همون اسارت و حتی گاهی دردها و رنجهای ما پناهگاه زندگی ما میشه. از صحبت کردنش لذت میبریم. تا ما میگن چه خبر؟ آه گرفتارم، بدبختم، بدهکارم، دستم دست رو دلم نزده، اقامت هم نمیده، خیلی اسیرم. به جای امید تمام مشکلات و سختی ها رو پرچم زندگیش میدونه و بلند میکنه. به جایی که بگه خدا با من هست، خدا رو شد پیش میرم جلو تا بتونم کاری انجام بدم. گاندی اعلام میکنه درد من تنهایی نیست. دل پوری داشته گاندی. اینگونه نیست که بگیم گاندی توانست به توسط ملتش برای انگلیس پیروز بشه و کشورش رو از استعمار انگلیس در بره. خیلی مثل همین الان که خیلی از افراد هستن فریاد میزنن، از وقتشون، از عمرشون، از آبروشون میذارن و برای اینکه این نظام اسلامی سرنگون بشه دست به اقدامات میزنن، مانند کلیسای ما که دعا میکنیم این نظام اسلامی سرنگون بشه و خیلی ها شاید بگن ای بابا ول کن، کشیشی تا بکن، یه دعا بکن، تموم شده به کارش. ولی این دل سوخته ما که از طرف روح القدس هست اجازه نمیده ما سکوت کنیم، با سکوت نخواهیم کرد. گاندی اعلام میکنه درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که فقر را قناعت، بی‌همتی را صبر و با لبخندی بر لب این حماقت را حکمت می‌نامند. و چه مشخصه که چه دل پری داره. از این خداوند بعد از اینکه قوم اسرائیل را از مصر عبور میده به آنان تعلیم میده تا به یاد آورند. انسان فراموشکاره، زود فراموش میکنه. یه محک بزنیم تو ذهنمون با کسایی که الان مدتی رابطه ندارید، با کسایی که به اصطلاح قهرید، از هم جدا شدید، نیکوهای او رو بشمار در ذهنت و اون بدی که کرده بشمار. هرگز بدیهاش بیشتر از نیکویی ها نخواهد بود، هرگز. ولی عجیبه، ما محبت همدیگر رو زود فراموش میکنیم و وقتی ما نیکویی و محبت رو زود فراموش میکنیم صبر و تحمل نخواهیم داشت و جنگ میشه و سعی میکنیم جدا بشیم. ولی خداوند میگه به یاد بیاورید، روز رهایی خیش رو به یاد بیار و حتی اعلام میکنه جشن بگیر. از این رو اگر منوان عید پسح و یا پساور که یعنی عبور رو اعلام میکنه، عبور از بردگی و اسارت، عبور از خرافات و ظلم، عبور از دیواری که مانع رسیدن به هدف مقدس خلقت میشود. از این جهت این جشن پسح مقدسترین جشنی هست که یهودیان دارن و برای اونها بسیار پرمعنا است. امیدوارم برای ما مسیحیان عشای ربانی معنا داشته باشه. برای هم بگیم که چرا، برای دیگران بگیم که چرا عشای ربانی ما باید کلیسای مسیح باشیم. چه علتی داره؟ خیلی ساده، به همون علتی که نباید فراموش کنی سالگرد ازدواجتو، نباید فراموش کنی تولد همسرتو، فرزندتو، تا به او تبریک بگیم و به یاد بیاریم. به همون علت که نباید فراموش کنیم تولد خودت رو که مادرت با درد و رنج و با زحمت تو رو به این دنیا آورد و تو رو بزرگ کرد. به یاد بیاریم ما